با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم برنامه در جستجوی عدالت روزهای شنبه از ساعت یک بعد از ظهر به وقت غرب امریکا به نظر شما میرسه و بازپخش اون هم در روزها و ساعت دیگری هست این برنامه اختصاص دارد به مباحث حقوقی تاریخی و اجتماعی ایمیل بنده هست سیروس مشکی سی وای کام و بینندگان گرامی که مایل ما هستند در زمینه مطالبی که در این برنامه گفته میشه نظراتی رو ابراز بکنند یا پرسش هایی رو مطرح بفرمایند میتوانند از طریق ایمیل با من تماس بگیرند پیشا پیش مایل بودم که تشکر کنم از بسیاری از بینندگان گرامی از سراسر سر دنیا و به ویژه ایران که در هفته های گذشته با ارسال ایمیل های خودشون اظهار محبت کردن نسبت به این برنامه و نسبت به بنده تفقد فرمودن همینطور از کارگردان فنی برنامه آقای سپهر خسروی که با مهارت استثنایی خودشون موجب میشن که این برنامه به نحوه قابل قبول و پذیرشی به نظر شما در سراسر سر نقاط دنیا برسه سپاس گذارم در برنامه امروز در مورد مطلبی صحبت می کنم که این روزها در امریکا به نوعی مسئله روز هست با توجه به اقدامات تروریستی که گسترش پیدا کرده در سراسر سر جهان از طرف گروه های داعش و طالبان و نظایر آن که به دنبال وقایعی که در پاریس اتفاق افتاد چند ماه قبل حمله به دفتر روزنامه چالی عبدو و قتل چند تن از دبیران و سردبیران این روزنامه و بعد حمله ای که اخیرا در ف... پاریس صورت گرفت به یک سالن کنسرت و رستوران ها و مراکز دیگر و نیز انفجار هواپیمای روسی و نیز اتفاقاتی که در کشور مالی افتاد و به دنبال اون و تازه ترین اتفاق تروریستی که صورت گرفت واقعی تأصف انگیزی بود که در شهر ریورساید ایالت کالیفرنیا در امریکا صورت گرفت و یک زن و شوهر که دارای یک فرزند شش ماهه بودند مرتکب قتل 14 نفر و مجروح کردن بیش از 21 نفر شدند و خودشون هم در درگیری هایی که پید رخ داد به قدر رسیدن و این گونه حوادث که البته برای ما ایرانی ها یادآور اتفاقاتی است که قبل از انقلاب 1357 در ایران افتاد و فاجعه سینما رکس آبادان هرگز از خاطرها معف نخواهد شد و خرابکارانی که در اون زمان 300 نفر یا بیشتر رو در سالن سینما رکس آبادان جزغاله کردند و بعد ات گناهش رو به گردن دستگاه های حکومتی و ساواک انداختند، ولی بعدا حقایق از پشت بیرون آمد و معلوم شد که این هم از اقدامات خرابکارانه و ویرانگری بود که ایران رو و تاریخش رو به باد داد به هر حال با این اتفاقات که امروز در دنیا داره میفته یک موجی از خشم و نفرت علیه این گروه های در جهان متمدن پیدا شده است و از جمله در امریکا که مسئله انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مطرح شده و کاندیداهای ریاست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با هم مناظره می کنند تا از این میان یکی از هر کدام از این احزاب تعیین بشود و به مبارزه نهایی بپردازد بسیاری از این کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های خودشون رو برای مقابله با ویرانگری ها و عملیات تروریستی اعلام می کنند مهمترین و جنجالیترین اینها در امریکا آقای دانالد ترامپ هست که می از طریق حزب جمهوری کاندیدای ریاست جمهوری بشود و اعلام کرده است که اگر که رئیس جمهور بشه اولا دیواری به دور امریکا خواهد کشید که کسی نتواند به طور غیرقانونی وارد امریکا بشه و خب طبیعتا چون امریکا با فقط دو کشور مرز مشترک داره یکی مکزیک و یکی کانادا مرزهای شمالی کانادا یعنی کانادا تقریبا مسئول و محفوظ است از ورود افراد به صورت غیرقانونی و لذا صحبت ایشون در مورد احداث یک دیوار بزرگ مربوط به مرزهای جنوبی امریکا می شود که البته در برنامه های گذشته من در این زمینه اشاره کردم که این امر نه عملیه و نه مقدور و نه مفید به دلایل متعدد همکنون در قسمت های ای از مرزهای جنوبی امریکا مسئله دیوار ویرچوال وال یا دیوار مجازی وجود داره که از طریق کامپیوتر هر گونه تردد و رفت آمدی رو در اینها کنترل میکنند که بدون اینکه عملا دیواری ساخته شده باشه اما تمام اون نقاط مرزی زیر نظر دوربین های قوی کامپیوتری هست که هیچ کس نتواند از اون عبور کنه محازا در قسمت های همچنان با استفاده از امکانات تکنولوژیک افراد میتونن وارد امریکا بشن به طور غیر قانونی در قسمت هایی هم که این عمل نمیکنه یا از کار افتاده یا دقت لازم رو نداره این مشکل هست به علاوه ارز کردم که اگر احداث یک دیوار واقعی و بتونی هم عملی باشه با توجه به اینکه افراد می توانند و در گذشته هم نشون دادن که از طریق احداث تونل های زیرزمینی می توانند مشکل دیوار رو دور بزنند و رخنه بکنند به خاک امریکا همچنان که همکنون هر از گاهی یک نقب های زیرزمینی کشف میشه که قاچاقچیان انسان و مواد مخدر از داخل خاک مکزیک به داخل خاک امریکا نقب زدند و در تونل های مجهزی که هم نور داره هم هوا داره میتونن تردد بکنن و قاچاق و مواد مخدر رو وارد امریکا بکنن بیان که مقامات امریکایی متوجه بشند و بنابراین اگر دیواری هم برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران احداث بشود همچنان این احتمال هست که نقب ها و تونل های زیرزمینی باعث بشود که اون دیوار رو از حیز انتفاع بندازه از جمله مسائل دیگری که آقای دانالد ترامپ مطرح کرده که اگر رئیس جمهور بشود میخواهد به مرحله اجرا در بیاره منع قانونی ورود مسلمانان دنیا به امریکا است این پیشنهاد هم نه عملی است نه مقدور نه قانونی و نه اخلاقی و منطقی برای اینکه نمیشود بیش از یک میلیارد مردم دنیا رو با یک چوب راند و همه رو جزو یا در اداد خرابکاران و تروریست ها شناخت و همچنان که در بسیاری از کشورهای مسلمان دنیا هم مسلمان های معتدل و متمدنی وجود دارند که با این اقدامات خرابکارانه گروه های افراطی از اونها منزجر هستند و تا در خیلی از کشورها هم مکنون با اونها در حال جنگ هستند بنابراین این که ما بخوایم همه رو به استناد یک عقیده و یک اعتقاد و یک آرمانی با یک چوب برانیم نه اغلایی و نه منطقی و برخلاف قانون اساسی امریکا و تمام اصول و آزادی هایی است که این مملکت بر اساس اون ساخته شده است و عمل میکنه مضافا بر اینکه گروه زیادی از مسلمانان همکنون در امریکا هستند سالهاست که در امریکا هستند در این کشور متوتن شدند و هویت امریکایی پیدا کردند و در واقع با به جا این جامعه از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی و غیر کمک میکنند و مفید هستند و شما اگر بخواهید یک همچین قوانینی رو بگذارونید در واقع اینها رو هم الینیت کردید یعنی جدا کردید و یک نوع حس انتقامجویی و کینورزی رو در این گروه ایجاد میکنید بنابراین این سخنان آقای ترامپ که به طور طبیعی با خشم و مخالفت بسیاری از صاحب نظران در امریکا مواجه شده است فقط جنبه ردوریکا و شعارهای تبلیغاتی داره و نمیشه بهش اعتباری داد ولی در این چهار راه هفته گذشته مجلس نمایندگان امریکا طرحی رو که دو سناتور امریکایی خانم داین فاینستاین که سناتور دموکرات هست از کالیفرنیا و همچنین آقای فلیک جف فلیک که دموق... ریپابلیکن هست جمهوری خواهد از ایالت آریزونا طرحی رو داده بودند این طرح ابتداعا قبل بعد از واقعی حمله به روزنامه چالی عبدو تهیه شده بود که به موجب اون کسانی که با داشتن گذرنامه های اروپایی و کشورهای پاسیفیک ریم می توانستند بدون ویزا وارد خاک امریکا بشوند در صورتی که در پنج سال گذشته یعنی از سال 2011 به این ور به یکی از کشورهای سودان و عراق و افغانستان و ایران سفر کرده باشند باید دیگه نمیتونن از اون مزیت خودشون استفاده بکنن و با داشتن گذرنامه وارد هواپیما بشن به خاک امریکا بیان بلکه باید قبلا برای یک مصاحبه به کنسولگری امریکا مراجعه بکنن این ترکه با 407 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید و امکنون در سنای امریکا مطرح است و در صورت گذشته شدن از مجلس سنا و توشیه رئیس جمهور به صورت قانون در خواهد آمد موجی از هیجانات و تنشها ها و همچنین نگرانی ها رو در میان ایرانی های سراسر سر دنیا به ویژه ایرانی هایی که در امریکا متوتن هستند به وجود آورده و در همین هفته گذشته بسیاری از دوستان و بینندگان گرامی ایران فردا از بند خواستند که در این زمینه توضیحاتی بدم اولا باید توجه بفرمایند دوستان که این تر هنوز به صورت قانون در نیامده است و ممکن است بنا به دلایل مختلفی حتی هیچ وقت جامعه و کسرت قانونی به خودش نپوشه ولی با فرض اینکه این به صورت قانون در بیاد که اگر اینطور بشه از سال 2016 به بعد قابل اجرا خواهد بود به هیچ وجه شامل ایرانی هایی که در امریکا زندگی می کنند. یا ایرانی هایی که در امریکا دارای پروانه اقامت دائم یعنی گرین کارت هستند یا گذرنامه امریکایی گرفتن یعنی شهروند امریکا شدند نمیشه بنابراین موج نگرانی که در بین ایرانی هایی که به نوعی به امریکا مرتبط هستند ایجاد شده است باید به کلی بی اساس و بی, بی هوده هست و نگرانی از این جهت نیست بنده با کمال تعجب متوجه شدم که بسیاری از رسانه های گروهی روزنامه ها مجلات و گویندگان رادیو تلویزیون‌های های ایرانی این مسئله رو شاید بدون اینکه مطالعه کرده باشند طرح قانونی رو به نحوی بزرگ می کنن و به نحوی ایجاد نگرانی و استراب در عموم مردم می کنن. در حالی که این درست نیست و باید توجه داشت اگر طرحی رو که برای این موضوع تهیه شده است دقیقاً مطالعه کنید با توجه خواهید شد که به هیچ وجه نگرانی واقعا لزومی نداره من تقاضا دارم که به یک موزیک ویدیوی زیبا توجه بفرمایید وقتی که بازگشتیم جزئیات بیشتری رو در زمینه این طرح جدید به اطلاع شما خواهم رسوند

خب گرامی پیش اینکه این, این موزیک ویدیو به نظرتون برسه من در مورد طرح جدید قانونی که در امریکا مطرح است مبنی بر محدودیت سفر بسیاری افراد به امریکا صحبت کردم و اینک میخوام بیشتر راجع به این طرح جزئیاتش رو به اطلاعتون برسونم برای اینکه بدانیم که این تر شامل چه کسانی میشه و اصولا چه محدودیتی رو به وجود میاره چون باز اینجا یه پرانتز باز کنم من در یک ایمیلی برای من آمده بود دیدم یک آقایی که به عنوان استاد دانشگاه در تهران خودش معرفی کرده بود یک تریر یک اعلامیه‌ای داده بود سرشار از فخش و تهمت و اینها به امریکا و دولت امریکا و قانونگذاران امریکا و از مردم خواسته بود که این اعلامیه رو امضا بکنن و برای همه بفرستن و ابراز انزجار و تنفر بکنن در حالی که اگر به صورت واقع نگاه بکنیم و ببینیم که این تر چه میخواهد بگوید به چه میگوید شاید احتیاج به این همه نگرانی یا جنجال یا ناراحت شدن وجود نداشته باشه ملاحظه کنید بر اساس عهدنامه ای که دولت امریکا با 38 کشور دنیا داره که این 38 کشور 28 تاشون کشورهای اروپایی هستند و ده تای دیگه کشورهایی هستند که اصطلاحا بهشون پاسیفیک ریم گفته میشه و کشورهایی هستند که به عنوان مثال غیر از کشورهای اروپایی در اون ده کشور از کشور استرالیا، ژاپن یا کره جنوبی میشه نام بود اتباع این 38 کشور بر اساس اون اهدنامه های متقابلی که دولت امریکا داره تا کنون می توانستند و همچنان چنان هم می توانند با داشتن گذرنامه اون کشورها بدون داشتن ویزا بدون اینکه به کنسولگری های امریکا مراجعه کنند و روادید اخذ کنند همیشه سوار هواپیما بشن به امریکا بیان و مدت 90 روز در این کشور به صورت توریست مقیم باشند البته این نوع ورود رو که بر اساس اون بدون ویزا هست و ویور ویزا نامیده میشه وقتی که شخص میاد در پاسپورتش منعکس میشه در مرز در داخل امریکا که این با ویور ویزا آمده 90 روز میتواند اقامت کنه این گونه افراد نمیتونن در پایان 90 روز ویزای خودشون رو عوض بکنن تمدید بکنن یا تبدیل بکنن به ویزاهای دائمی بنابراین اگر مثلا کسی با این ویزا بیاد بعدا نمیتونه بگه حالا من میخوام تبدیلش کنم به ویزای دانشجویی یا ویزای کار یا گرین کارت بگیرم بلکه باید سر مدت یا قبل از اون یعنی قبل از 90 روز از امریکا خارج بشه و خب اگر بخواد دوباره باز میتونه از سامون مزیت استفاده کنه و بدون ویزا بارها و بارها به امریکا بیاد لایحه جدید ناظر به این گونه افراد است افرادی که با داشتن گذرنامه های مربوط به اون 38 کشور می توانستند بدون ویزا به امریکا بیان در این لایحه پیش بینی شده که اینها اگر به این کشورهای به اصطلاح عراق و افغانستان و کشورهای حامی هام تروریسم سفر کرده باشند در پنج سال گذشته قبل از اینکه به خاک امریکا وارد چند باید به کنسولگری مراجعه کنند و یک مصاحبه با اینها انجام بگیره البته نگفتن که دوباره ویزا باید بگیرن اینها ولی خب یک مصاحبه پیش آمده که میشه معادل تقاضای ویزا تلقی بشه بنابراین این طرح در صورتی که به مرحله قانونی در بیاد فقط ناظر است به اتباع کشورهای اروپایی و اون ده کشور پاسیفیک ریم که فقط و محدودیتی هم که به وجود میاره این است که یک مصاحبه ای رو صورت بدن و توضیح بدن که چرا مثلا به اون کشورها رفتن خب طبیعتا از دید دولت امریکا که چنین قانونی رو میخواد بگذرونه برای نشنال سکیوریتی یا امنیت ملی خودش حق داره که هر قانونی رو که صلاح میدونه بگذرونه و با توجه به تنش ها و اتفاقاتی که در کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم میفته و نیز افغانستان و سوریه و رفت آمد که به اونجا میشه و دیده شده که خیلی از این تروریست ها در اون کشورها رفتن و به اصطلاح رادیکالایز یا انقلابی شدن و برگشتن به اروپا و امریکا برای انجام فعالیت های تروریستی تر شاید منطقی به نظر برسه اشکالی که داره از لحاظ ایرانی ها این است که ایران در واقع مدت ها سال است که در زمینه بین المللی متهم به فعالیت های تروریستی نشده است بنابراین شمول نام ایران در زمره این کشورها آزار دهنده و توریست که ایرانی ها رو رنجانده و به خصوص که کسانی که مثلا تابعیت اروپایی رو دارن از ایرانی ها معمولا سالی یک بار یا دو سالی یک بار برای دیدن افراد خانواده خودشون پدر مادر یا فرزندانشون به ایران برمیگردند بعد از یکی دو ماه هم دوباره برمیگردند به کشور دومی که دارن در اون زندگی میکنن و اینها رو مشمول این مقررات کردن ممکنه عادلانه به نظر نرسه از طرف دیگه کشورهایی که جای پاشون و نقششون در فعالیت های تروریستی افراطی مسلمانی امروز مسلم شده مثل عربستان سعودی یمن و نظایر اون به دلیل روابط اقتصادی و خاصی که با امریکا دارند از زمره این کشورها بیرون موندن و این هم نوع ایجاد رنجش کرده است و در واقع اسباب نگرانی شده اما اگر بخوایم که قدری عمیقتر نگاه کنیم به این داستان میتونه این تا در صورتی که به صورت قانون لازم الاجرا در بیاد در معالا برای ایرانی های مقیم امریکا هم یک محدودیت هایی رو ایجاد بکنه و اون به این ترتیب است که اصولا مسئله ویور ویزا یا بدون ویزا وارد امریکا شدن بر اساس عهدنامه متقابلی است که کشورهای مختلف با امریکا دارند و اتباع این کشورها میتونن به کشورهای هم دیگه مراج... مسافرت بکنن بیان که ویزا بگیرن حالا اگر که با 38 کشور که امریکا این عهدنامه رو داره بخواد این محدودیت رو اعمال بکنه بر اساس قانون جدید به نظر میرسه که احتمالاً اون کشورها هم معامله متقابل خواهند کرد و عمل به مصر خواهند کرد و برای اتباع امریکا هم که تا کنون می بدون ویزا به اون کشورها سفر بکنند چنین محدودیت یا محدودیت های مشابهی رو وضع بکنند و اگر چنین بشه در اون صورت ایرانی هایی که در امریکا زندگی میکنند یا گرین کارت دارند یا طبعی امریکا هستند و گذرنامه امریکایی دارند برای سفر به کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری مثل استرالیا و ژاپن مواجه با محدودیتهایی خواهند شد یعنی دیگه بدون عخذ روادی نخواهند تونست که بروند و بنابراین احتمال اینکه این طرح در صورت این که وچه قانونی پیدا بکنه به ایرانی های دارنده گرین کارت و گذرنامه امریکایی هم سرایت بکنه و محدودیت هایی رو در رفت آمدشون به وجود بیاره به این طریق قابل پیش بینی هست مطلب دیگری که در این مقوله قابل ذکر هست این است که چون این بانویی که خانم ملیک که جز این دو نفری بود که عملیات تروریستی رو در ریورساید کالیفرنیا انجام دادند با ویزای نامزدی یعنی ویزای کیوان به امریکا آمده بود گفتگو امروز در مجالس قانونگذاری امریکا این است که پاره ای از انواع دیگر ویزاهای امریکا از جمله ویزای نامزدی رو هم مشمول یک محدودیت های جدیدی بکنند مقررات جدیدی براش بذارن و افراد نتوانند به این ترتیب به عنوان نامزد وارد امریکا بشن و مبادرت به عملیات تروریستی بکنند ویزای نامزدی که به اون کیوان میگویند از این قرار است که تا کنون افرادی که تبعی امریکا هستند امریکایی هستند یعنی یا تبعی شدند یا متولد امریکا هستند می توانستند در صورتی که همسر آینده خودشون و از کشورهای دیگری برگزینند و انتخاب بکنند پیشا پیش به اداره مهاجرت امریکا مراجعه بکنند مدارکی رو که مدلل بکنه که اینها روابط پیش ازدواجی داشتند و قول ازدواج به همدیگه دادن و به اصطلاح نامزد همدیگه هستند برای اونها تقاضای ویزای کیوان رو بکنه اداره مهاجرت یک اپرووال یا یه موافقت نامه خاصی رو صادر میکنه که اون وقت این اپرووار رو وقتی ببرن به کنسولگری امریکا در کشوری که اون شخص خارجی اقامت داره میتونه با ارائه اون به کنسولگری محل اقامت خودش ویزای نامزدی دریافت بکنه و وارد امریکا بشه نسبتا اگر مدارک کافی باشه و قانع کننده باشه نوع راحتی از ویزا گرفتن هست شخصی که به این ترتیب وارد امریکا میشه سه ماه حق اقامت پیدا میکنه و باید در ظرف این سه ماه حتما ازدواج بکنه با همون فرد اگر نامزدیش در طول اون سه ماه بر هم بخوره و برود با کس دیگری ازدواج بکنه نمیتونه از مقررات اون استفاده کنه بلکه باید خارج بشه از امریکا و دوباره برگرده یا به طرق دیگری بتواند وضع خودش رو درست کنه بنابراین ویزای نامزدی هم به نوعی مثل ویور ویزا هرچند که با ویزای نامزدی شما باید روادید بگیرید و وارد امریکا بشید ولی از لحاظ اینکه سه ماه بیشتر اجازه اقامت نمیدهند و قابل تمدید و تبدیل هم نیست به نوعی آثار شبیه ویور ویزا خواهد بود و در حال حاضر البته هنوز طرح مشخصی برای محدود کردن یا ممنوع کردن یا مقید کردن ویزاهای نامزدی یا سایر انواع ویزاها ارائه نشده به مجالس قانون گذاری یا اگر هم شده اعلام نشده به صورت عمومی بنابراین واقعا نمیشه بیش از این راجب این صحبت کرد فقط در این حد که بدانیم که این محدودیت امروز محل گفتگوست و باید دید اما در یک نظر کلی به اتفاقاتی که در دنیا داره میفته متوجه خواهیم شد که چه این گونه مقررات وضع بشود چه وضع نشود متاسفانه یک نوع تبعیض یا یک نوع سختگیری لاقل ناگفته و نانوشته و نامرئی در مورد کسانی که از کشورهای خاور میانه یا کشور عزیز ما ایران قصد مسافرت یا مهاجرت به سایر نقاط دنیا رو دارند متاسفانه به وجود میاد و همکنون در بسیاری از پرونده هایی که بنده خودم در اینجا دارم و برای مثلا اخص اجازه مهاجرت دائم گرین کارت برای افرادی که از ایران هستند یا کشورهای عربی هستند داریم و در مقابل کسانی که مثلا از چین و ژاپن و آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثلا اقدام میکنند دو پرونده ای که هر دو شرایط مشابهی داره وضعیت مشابهی داره متاسفانه دیده میشه که در مورد کسانی که از خاورمیانه میانه هستند سختگیری بیشتری اعمال میشه و در مقابل سایر پرونده ها از سایر نقاط دنیا با این تبعیض نانوشته و ناگفته اما چه میشود کرد تا هفته آینده شما را به خدا میسپارم